برنده انتخابات مجلس شورای اسلامی هفته اسفند در شهر تهران بدون شک لیست امید است که توانست هر 30 کاندیدای خودش رو روانه مجلس بکنه. ولی آیا در مجلس آینده این 30 نماینده و حدود 90 نماینده دیگری که در شهرستانها انتخاب شدند خواهند توانست غیر از حمایت از دولت حسن روحانی گام‌هایی هم برای اصلاحات بردارند؟ پرسشی است که پاسخ آن ساده نیست. این پرسش رو ما با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در میان خواهیم گذاشت. آقای اکبرین، خوش آمدید. اصلاح طلبان و اصولگرایان هر دو مدعی هستند که از این انتخابات برنده بیرون اومدند. بالاخره کی رو میشه برنده به حساب آورد؟ به نظر میرسه که تعبیرات دقیقی رو ما این روزها نمیبینیم، در واقع گزارش نمیبینیم از اونچه که اتفاق افتاده. بیشتر اطلاعیه های تبلیغاتی است که داره منتشر میشه، به ویژه از سوی اصولگرایان. مثلا وقتی اصولگرایان میگن که ما پیروز این انتخابات هستیم، به نوعی جرزنی سیاسی میکنه، یعنی کسی مثل دکتر علی دانشجویی رو از لیست اصولگرایان اینها اخراج کردن و لیست امید از اونها حمایت کرد. ولی حالا که نوبت به شمارش آرا شده، میگن علی دانشجویی که ما اخراجش کرده بودیم از فهرست اصولگرایان، حالا اصولگرا و امثال او رو در واقع نشانه این میگیرن که در انتخابات پیروز شده. اگر اصلاح طلبان هم بگن، کسانی باشن ازشون که بگن ما در واقع به معنی عددی پیروز این انتخاباتیم، طبیعتا این هم سخن دقیقی نیست، به خاطر اینکه فهرست امید شامل اصلاح طلبان و میان روها و اصحاب اعتدال بود، به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان رو، هزاران نفر رو در این انتخابات رد صلاحیت کرده بودند. بنابراین هیچ کدوم از اینها گزارش ما وقع نیست، جز این که بگیم بله، اون چه که جناح حاکم برنامه ریزی کرده بود، مهندسی انتخابات کرده بود برای اینکه از نیروهای اصلاح طلب و معتدل نتونند اکثریت مجلس رو بگیرن، این شکست خورده و به این معنا جریان اصلاحات و اعتدال پیروز شده و در عین حال پیروز واقعی مردمی هستند به اعتقاد من که مهندسی مقدمات رو در این انتخابات به هم زدند، همونطور که مهندسی نتایج رو در سال 88 به هم زدند. یعنی اگر در سال 88 حاکمیت مهندسی نتایج کرد و تقلب در نتایج کرد، طوری برخورد کردند و طوری جامعه واکنش نشون داد که خیال تقلب هم در اون سطح گسترده دیگه به سر حکومت نزنه و پشیمان بشه برای همیشه از مهندسی نتایج. این بار هم مردم از حداقل روزنهای باقی مانده استفاده کردند تا به اونها بگن که در واقع مهندسی مقدمات هم جواب نمیده و شما حد اکثر تلاشتون رو کردید و بیش از این دیگه نمیتونستید واقعا رد بکنید، ولی باز هم برد با ما بود و ما گمنامانی که در لیست موسوم به لیست امید بودند رو ترجیح دادیم بر مشهوران و افراد بلندآوازی شما. خب در این مجلس که شما میگویید میتونه یک اکثریتی داشته باشه که هم اصولگرایان میانه رو در بر میگیره، هم اعتدالیون و هم اصلاح طلبانو، چه کاری میتونه انجام بده که مثلا در مجلس ششم زمانی که اصلاح طلبان اکثریت مطلق داشتند انجام نگرفت؟ دو تا نکته هست. یکی این که این مجلس رو البته من مجلس اقلیت قوی اصلاح طلبا و اعتدالیون نمیدونم. من آمار نشون میده تا این لحظه، تازه هنوز دور دوم برگزار نشده و نتایج دور دوم مشخص نیست، آمار تا همین جاش نشون میده که دو سوم ترکیب مجلس قبلی عوض شده و اکثریت مجلس آینده از آن میانه روها و اصلاح طلبانه
و نیروهای مستقلی که اون نیروهای مستقل سوابقشون نشون میده، یعنی پیش بینی میشه که در آینده به فراکسیون های نزدیک به اصلاح طلبان و میان روها بپیوندن. در نتیجه میشود گفت که چه بسا اکثریت دست اونها باشه. اما از این که بگذریم و به طور مشخص اگر بخوام به سوال شما بپردازم، وضعیت تغییر تدریجی در ایران بسیار وضعیت پیچیده است. به عبارت دیگه اون چه که در ایران ما داریم میبینیم طی سالهای گذشته، گویی قدم به قدم و ذره ذره شرایط داره تغییر میکنه. متاسفانه امکان تغییر شرایط در کوتاه مدت نیست، شرایطی که بتونه به سود حقوق بشر تغییر بکنه، به سود آزادی های سیاسی تغییر بکنه. ما 8 سال مثلا در دولت آقای احمدی نژاد میبایست تاوان بپردازیم تا تازه بعد شرایطی فراهم بشه، یه دولتی بیاد و 2 سال مذاکره بکنه تا تازه برسیم به نقطه صفر اقتصادی که در دوران آقای خاتمی مثلا بودیم. درباره مجلس ششم هم البته من چندان با این تحلیل موافق نیستم که نتونست کار خاصی از پیش ببره. به هر حال مجلس ششم در اقتصاد گام‌های بلندی برداشت، در آزادی‌های سیاسی فضای گفتمانی جامعه رو عوض کرد. یعنی شما این صراحت و شجاعت و شکستن یه سری تابوها که در جامعه میبینید، بعد از مجلس ششم و دولت اصلاحات این جرأت به جامعه بخشیده شد. بسیاری از آحاد جامعه اینطور فکر میکردن البته، ولی جرأت بیانش رو نداشتن، بسیاری هم مثلا خبر نداشتن. فضای بعد از اصلاحات چه در دولت چه در مجلس، اول روزنامه ها رو منفجر کرد. ما ناگهان به روزنامه هایی رسیدیم که روزی 1.5 میلیون تیراژ داشتن، برخلاف الان که بعضی از روزنامه‌ها خبر میرسه 5000 تا دونت تیراژ دارن، ولی 1.5 میلیون تیراژ داشتند. و حتی بعضی گزارش‌ها میگفت که 16 ساله ها روزنامه میخوندن و در هر تاکسی روزنامه بود، بسیاری از تاکسی ها. این اطلاعاتی بود که ما میدیدیم، ما در ایران موقع زندگی میکردیم. بنابراین شرایط گفتمانی رو عوض کرد. من فکر میکنم به سهم خودش این مجلس، البته نه در گام بسیار بلندی و نه در کوتاه مدت، میتونه اولا باز اون جرأت و جسارت رو بیشتر کنه، باز تابو بشکنه، باز فضا رو به صورت ذره ذره و تدریجی آماده تر بکنه تا ما بتونیم به شرایط بهتری برسیم، مشروط بر اینکه دولت که از مردم رأی گرفته و مجلسی که الان علی‌رغم گمنامی لیست‌ها از مردم جلب اعتماد کرده و رأی گرفته، انتخابات رو پایان قصه ندونن، آغاز پاسخگوییشون بدونن، همونطور که مردم هم نرن دوباره خونه هاشون، مطالبات رو به صورت مدنی ادامه بدن. اگر همچنان هر روز مثل روزای انتخابات به نحوی مطالبات رو مطرح بکنیم و مجلس و دولت هم خودشون رو موظف پاسخگویی بدونن، میشود امیدوار بود که شرایط به تدریج بهتر میشه. مردم ایران هر بار که پای صندوق رای میرن میگویند مجبورن بین بد و بدتر انتخاب کنند. هر بارم بدترهای دیروز به بدهای امروز تبدیل میشن. در این انتخابات هم از این قاعده مستثنا نبود. مثلا محمد جلالی که نماینده مجلس از لیست امیده، خواهان اعدام مهدی کروبی و میرحسین موسوی شده بود. یا اینکه آقایان ری شهری و دوری نجف آبادی که متهم به قتل مخالفان نظام هستند. این سطح بد و بدتر تا کی میتونه به پایین بره و کی به کفش میرسه؟ اینجا هم باز از دو جهت میخوام به ماجرا نگاه بکنم. یک جهتش این هستش که اینکه مجرمان باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن و گذشت زمان تاریکی و آلودگی جرم رو از بین نمیبره و هیچ چیزی ارتکاب اون جرم رو توجیه نمیکنه، این یک اصل مسلم حقوقی و اخلاقی سر جای خود. اما ما الان در موضع دادگاه نیستیم، میخوایم یه نگاهی بکنیم به اجتماع، حوزه اجتماع و حوزه سیاست. در این دو حوزه شما اگر نگاه بکنید، افرادی که این بار به عنوان بد در مقابل بدترها قرار گرفتند، دچار تغییر پاره‌ای از مواضع شدند در سالهای گذشته و تغییر کردند. حتی وقتی ما راجع به اصلاح طلبان حرف میزنیم،
شما نگاه کنید به سابقه اصلاح طلبان در دهه 60. اکثریت این اصلاح طلبان در دهه 60 با معیارهای امروزی دیدگاه‌های ملایم با حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نداشتند، ولی اونها تغییر کردند. آقای روحانی هم همینطور در سالهای اخیر تغییراتی کرده. برخی از اعضای مجلس خبرگان تغییرات جدی کردند در روزگاری که سکوت به معنی نوعی مخالفته. نگاه کنید بعد از ماجرای 88 تقسیم بندی کردن، گفتن سران فتنه و ساکتان فتنه. در واقع حکومت کسانی که سکوت کردن در مقابل ماجرای سال 88 رو مجرم میدونه. برخی از اینایی که ما سابقه بدی ازشون داریم در سالهای گذشته سکوت مطلق کردن و یک کلمه به سود حکومت در ماجرای 88 نگفتن. بنابراین من گمانم این هستش که تغییرات آدمها رو در حوزه سیاست و اجتماع نباید ندیده گرفت، در عین اینکه پرونده حقوقی و قضاییشون سر جای خودش روزگاری همه اینا باید بررسی بشه، حتی سوابق مرحوم آیت الله خمینی و کارنامه او هم باید بررسی بشه. و وقتی که از این سیطره فضای کنونی که الان همچنان در ذیل قداست اسم ایشون مطرح هست شکسته شد، اون وقت کارنامه ایشون هم باید توسط کسانی که روزگاری خودشون رو خط امامی میدونستن اگر واقعا صادق هستند باید بررسی بشه. یه وجه دوم هم داره که خیلی کوتاه عرض بکنم و اون این هستش که پرسیدید مدارش تا کجاست، اندازش تا کجاست. من فکر میکنم به صورت طبیعی و غریزی این خط قرمز مشخص میشه. هر حکومتی تا یه جایی میتونه پیش بره و دیگران تا یه جایی میتونن باش مدارا بکنن. از اون جا که گذشت، یعنی از اون حد اکثر که گذشت، اون حد اکثر رو خود نبض جامعه تعریف میکنه. دیگه این بد و بدترها جواب نمیده. اتفاق دیگری خواهد افتاد. یا مثل سال 57 میشه که حتی آمدن فردی که در مقیاس اون روزها اصلاح طلب بود مثل مرحوم بختیار هم جواب نمیده و دیر میشه. و علی‌رغم همه تلاش و امیدهایی که آقای بختیار داشت، اوضاع منفجر شده بود و هیچ تغییری دیگه نمیتونه در واقع مفید باشه و کار به انقلاب میکشه. یا اینکه صورت‌های دیگری از انفجار اجتماعی و نه لزوما سیاسی تجربه میشه. میخوام بگم یعنی خود جامعه حد و اندازه این رو مشخص میکنه و برای همیشه نمیشود به الگوی بد و بدتر تمسک کرد. کم نیستن کسانی که معتقدند انتخابات هفته اسفند پیامی داشت برای آقای خامنه‌ای، یک نه بزرگ به ایشان، و به او پیشنهاد میکنند، توصیه میکنند که قبل از اینکه دیر بشه صدای مردم رو بشنوه. آیا آقای خامنه‌ای گوش شنوا داره؟ گمان نمیکنم. هر آدمی با حداقلی از فهم و شعور نفهمه که وقتی رئیس مجلس خبرگانش حذف میشه، رئیس مجلس خبرگانی که آقای خامنه‌ای گفته بود مهمترین ویژگیش این است که انسان با غیرتی است و به سفارش آقای خامنه‌ای رئیس شد، وقتی او حذف میشه، وقتی کسی که به گفته آقای خامنه‌ای ایدئولوژ انقلابه، یعنی آقای مصباح یزدی، حذف میشه، وقتی تمام لیست اصولگرایان علارغم رد صلاحیت هزاران نفر از رقباشون در پایتخت تمام کرسی ها رو میگیره، وقتی در شهرها اصولگرایان در جاهایی به پیروزی مطلق میرسن که فقط رقیب نداشتن، وقتی در برخی از شهرها کسانی که بیشترین شعار حمایت از ولایت رو داشتن شکست میخورن، من یه نمونه برای شما مثال میزنم، سردبیر نشریه پرتو سخن، نشریه مؤسسه آقای مصباح یزدی، در حوزه انتخابی تفت علی رغم این که دو نفرم به سود ایشون انصراف دادن تا ایشون رأی بیاره، بازم رأی نیاورد. یعنی وقتی چنین اتفاقی در سطح کلان و خرد در کشور در یک انتخاباتی میفته، دیگه واقعا یک فهم نارسی میخواد که آدم متوجه نشه که مردم دارن بهش نمیگن. خب این واقعیت موجوده. من به گمانم آقای خامنه ای این مقدار عقل رو دارند، عقلانیت رو دارند که بفهمند مردم به ایشون نگفتن. مسئله این است که آیا میپذیرند این نه رو یا نه، آیا با سماجت به خرج میدن یا نه. در برداشت اول من از پیامی که ایشون دیشب منتشر کرد متاسفانه حس نمی کنم که ایشون این گوش شنوا رو داشته باشه. ایشون مجددا متهم کرد
تلویحاً مخاطبانش رو به منتقدانش رو به هضم شدن در هاضمه استکبار جهانی، چیزی که بارها تکرار کرده و از پیام رئیس قوه قضاییه ایشون هم که اصلاح طلبان رو متهم کرده به همدستی با رسانه‌های خارجی و سعودی و غیره، میشه فهمید که خیر. من پاسخم رو با این نکته از اینستاگرام یکی از اصولگرایان آقای زائری تمام میکنم که ایشون دیروز نوشته بود که شک داره که اصولگرایان این بار هم به جای اینکه ایراد رو در خودشون جستجو بکنند و خودشون رو نقد بکنن، متاسفانه باز هم شاید برن و دستای خارجی رو در این شکستشون جستجو بکنن. با سپاس از همراهیتون. خواهش میکنم. سلامت باشید.